به نقل از سازمان زلزله نگاری آمریکا، ساعت 1:30 به وقت محلی 21 به وقت گرینویچ چهارشنبه زمین لرزه ای با قدرت 6.1 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر در حدود 44 کیلومتری شهر خوست در جنوب شرقی افغانستان و در عمق 51 کیلومتری زمین رخ داد. خبرگزاری های محلی افغانستان وقوع این زلزله شدید را در 4 ولسوالی ولایت پکتیکا گزارش کردند که طبق آمار اولیه دست کم 920 کشته و 610 زخمی بر جای گذاشته است. مرکز زلزله شناسی اروپا مدیترانه در حساب توییتری خود نوشته به جز دیگر شهرهای افغانستان همچون کابل، این زلزله در پاکستان، هند و ایران و در منطقه‌ای به بزرگی 500 کیلومتر حس شد. منابع محلی میگویند که خسارات ناشی از این زلزله ویرانگر در مناطق دورافتاده و فقیرنشین به طور ویژه شدیدتر بوده است و خانه‌های گلی مردم ویران شده و در برخی مناطق نیز خانه‌های مردم در حاشیه کوه‌ها بر اثر ریزش کوه تخریب شده است. امدادگران در تلاش برای مداوای مجروحان هستند و در مناطق دورافتاده بالگردها قربانیان را به بیمارستان منتقل می کنند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده حاکی از رانش زمین و تخریب گسترده ساختمان هاست. لازم به ذکر است که افغانستان بر روی چندین گسل قرار دارد و طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، سالانه به طور متوسط 560 نفر در این کشور بر اثر زلزله جان خود را از دست می دهند. در همین راستا گفتگویی داریم با دکتر غلام حسین نظری، کارشناس زمینشناسی از کابل، پایتخت افغانستان. آقای دکتر سلام و لطفاً توضیحات تکمیلی در مورد زلزله رخ داده و نیز عامل وقوع آن و مناطق مستعد برای زلزله در افغانستان در اختیار ما و بینندگان قرار دهید. بفرمایید. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامی و همچنین خدمت بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه. در نخست عرض تسلیت دارم خدمت بازماندگان این حادثه تلخ زلزله که بیشتر دو ولایت خوست و پکتیکا را درگیر کرده بود و همچنین برای مجروحین این حادثه از خداوند متعال شفای عاجل می‌خواهیم و برای جان باختگان این حادثه طلب مغفرت و بخشش داریم. زلزله‌ای که اشاره کردید یکی از بزرگترین زلزله‌هایی بوده که در افغانستان رخ داده و طبق دیتاهایی که از USGS ما در اختیار داریم این زلزله در 46 کیلومتری جنوب غرب ولایت خوست در ساعت 1:24 نیمه شب رخ داده که متاسفانه یکی از عواملی که باعث شده مجروحان این حادثه و جان باختگان این حادثه زیاد بشه این بوده که در هنگامی از شب رخ داده که همه مردم در خواب بودن. متاسفانه این زلزله‌ای که در افغانستان رخ داد در این دو ولایت رخ داد زلزله‌های سطحی به حساب میان و در عمق 10 کیلومتری بودن. زلزله‌های سطحی قدرت ویرانگری خیلی بیشتری دارن، گرچه افغانستان یک کشور زلزله خیزی هست، ولی اکثر زلزله‌هایی که در افغانستان رخ میدن در اعماق بیش از 70 کیلومتر هستن که اینها خسارت ناشی از این زلزله‌ها بسیار کمتر است. ولی زلزله اخیری که ما داشتیم متاسفانه در عمق کم رخ داد و باعث شد که خسارات جبران ناپذیر رو ما داشته باشیم. متاسفانه همون جور که اشاره هم کردید در افغانستان ساخت و ساز خانه ها معمولا با آجرهای خشتی و گلی رخ میده که این باعث شده که میزان خسارات و میزان حادثه دیده های این زلزله بسیار بیشتر باشن. افغانستان در کل کشوری هست که مستعد برای زلزله هست. امتداد شکستگی های مختلفی رو که ما در افغانستان داریم متاسفانه کمتر مطالعه شده و هیچ نهاد و ارگانی به صورت علمی این مطالعات رو انجام نداده. مخاطرات جیولوژیکی که تو افغانستان هست یکیشون زلزله هست و عوامل مخاطرات دیگه هم هست که ما متاسفانه همیشه شاهد خطرات و حوادث از اون جانب بودیم، مثل سیل، لندسلاید که در بخش‌های مختلف افغانستان رخ میده، گردباد، کولاک و حوادث دیگر طبیعی.
که اینا رو ما نمیتونیم کنترل کنیم و رخدادش هم اجتناب ناپذیر هست، ولی اصولی ترین کار و زیربنای ترین کاری که میتونیم در برابر این حوادث انجام بدیم شناخت علمی و دقیق این حوادث هست که با متاسفانه نهاد ارگانی که مسئول این کار باشه را نداریم، گرچه در افغانستان نهادهای زیادی هست که وظیفه امدادرسانی مدیریت بحران را دارند، ولی ما متاسفانه هیچ گونه مطالعات بیسیک و علمی در این زمینه نداریم که شناسایی کنیم محل خطر رو کجا هست و چه و روش برخورد با این خطرات رو به مردممون آموزش بدیم و بتونیم تلفاتمون رو متاسفانه کم بکنیم. باز در خدمتتون هستم اگر اطلاعات دیگه خواسته باشید. بله، افغانستان از لحاظ لرزخیزی و حوادث طبیعی در چه موقعیتی قرار دارد؟ یا ممکنه دوباره چنین زمین لرزه‌هایی رخ بدهد؟ بفرمایید. افغانستان همونجور که اشاره شد یکی از پرپتانسیل ترین مناطق برای زلزله خیزی هست، چون که زلزله که مربوط به شرق آسیا و قسمت های از افغانستان میشه مربوط به کمربند آلپ میشه. کمربند آلپ در این قسمت ها گسترش شدید داره که در خیلی از نقاط را زلزله خیز میکنه، که همون جور که اشاره شد افغانستان شکستگی های بسیار زیاد داره، شکستگی هرات پنجشیر، شکستگی چمن پغمان، شکستگی سنترال بدخشان و شکستگی های مختلفی که هست. عامل اصلی زلزله در افغانستان حرکت پلیت های تکتونیکی هست. همون جور که میدونید صفحات خود پوسته زمین از صفحات تکتونیکی سنگی ساخته شدن که این و این سنگ ها در کنار همدیگه قرار دارن و نیروهایی که پویش نشانگر پویایی زمین هستند و معمولا در اثر زایش زمین در ریفت ها در اقیانوس های ایجاد میشن باعث به وجود آمدن نیروها و تجمع نیروها در امتداد این شکستگی ها و سنگ ها میشن، که هرچی این نیروها بیشتر متجمع بشن ما زلزله خیلی شدیدتر خواهیم داشت، که با شناسایی این محل شکستگی ها که خیلی هم شناساییشان کار چندان دشواری نیست ما میتونیم از خطرات بعدی جلوگیری کنیم. باز اگر سال دیگه در این بله. زمینه باشه به نظر حضرت عالی برای کاهش فاجعه در هنگام وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله چه باید کرد؟ مطالعه علمی و برخورد علمی با اینجور حوادث غیر طبیعی بهترین کاری هست که ما میتونیم بکنیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که از قبل ما این مکانها رو شناسایی بکنیم و به اصطلاح بتونیم با راهکارهای علمی مثل راهکارهایی که در مورد سازه‌ها در مورد ساخت و ساز هست اینها را به کار ببندیم. متاسفانه کشوری مثل افغانستان یا کشورهایی که در شرق آسیا قرار دارن اینا با وجودی که زلزله خیزیشون در حد خیلی بالا نیست ولی تلفات جانیشون بسیار زیاده و کشورهایی که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مثل ژاپن و شیلی که اینا خیلی بیشتر از افغانستان و پاکستان یا هند مستعد زلزله هستن، ولی ما همیشه شاهد این هستیم که تلفات جانی در اونجا کم هست، که یکی از دلایلش این است که اونها از قوانین ساختمانی که از سازه‌ها در برابر زلزله محافظت می‌کنن پیروی می‌کنن، ولی ما متأسفانه این گونه نیست و هیچ نهاد ارگانی نیست که از این قوانین بخواد حمایت بکنه و اونها رو به صورت اجرایی و عملی انجام بده و بشه در این زمینه از خطرات و از تلفات ناشی از اون بتونیم جلوگیری کنیم. بله، با تشکر از جناب دکتر غلام حسین نظری از کابل که با ما همراه بودند.